السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انشاءالله که روزه ها و نمازهای همه قبول باشه. ما در روزهای یکشنبه همطوری که اطلاع داریم از توجه و از زحمات شما و از کمک های مادی و معنوی شما یک مدرسه اسلامی داریم، گرچه در بعضی موضوعات میبینیم که از مجموعه ما فراموش شده، ولی در هر صورت مدرسه با تمام قوت و توجه همه به پیش میرم. الحمدلله تعداد شاگردان زیاد است و ما از معلمین و پدران و مادران اظهار امتنان داریم که همیشه در دین را با ما هم کار بودند. من از چند نفر مخصوص باید تشکر کنم که همیشه در امور مسجد، در امور مخصوصا در امور پاکی مسجد در روزای یکشنبه که اکثرا ترش و کثافات از روزای دیگه میمانن و ما دو ساعت یک نیم ساعت اول با پاکی مسجد شروع میکنیم، از برادر عزیز ما آقای اسد همتی، آقای سید مناورشاه و از سستر امیره مدیره پرنسپل مسکول و همچنان از دخترای خودم که با من کمک میکنن، ما ممنون هستم و از احسانشان گرویده احسانشان هستم. در مدرسه اسلامی خیلی خلاصه بگم که برنامه را وقتش ایجاد نگیریم، ما یک برنامه مخصوص در سمستر گذشته تأسیس کردیم که برای جوانای مدرسه یک وظیفه دادیم که به قسم کمپیتیشن یا مسابقه. این کمپیتیشن طوری بود که اگر هر شاگرد 15 سوره از قرآن عظیمشان را از سوره های کوچک از اخیر قرآن یاد بگیره، ما بهشان یک جایزه و هم یک چون سرتیفیکیت تعویض می‌کنیم و همچنان جایزه دوم بود از کسانی که 12 سوره از قرآن را یاد با ترجمه، با ترجمه و با روخانی درست تجویدی، اگر از حافظه، اینا همه حافظه هست، یعنی نه تنها از روی میخوانم بلکه همه از حافظه بلدم، 12 سوره از سوره قرآن یاد بگیرم، برشان جایزه دوم بود و همچنان 10 سوره جایزه سوم برای کسانی بود که 10 سوره. خوشبختانه یک تعدادی از جوانا در این شامل شدن و ما اونایی که به درجه نسبی که ما لازم میدیدیم مقام گرفتن و من میخوایم که از این موقع استفاده بکنم، یک 5 دقیقه وقت شما رو بگیرم و این جوازی رو به اینا توضیح بکنم. در ضمنم از شما خواهش میکنم که اینا رو تشویق بکنید با صلوات و حالا اگه چک میکنید صلوات میگین، هرچی میگین تشویق جوانا آرزوی ماست. یاد شما نرم که این مسجد برای آدمای پیر دیگری است. آدمای پیر خوش آمدن، ولی فکر میکنم آینده مسجد و جوانها مربوط است. لطفا جوانایتان رو تشویق بکنید. توجه پلیز. جوانان رو تشویق بکنید. اگه میخواین اسلام تشویق شود در امریکا و فامیلای شما دچار سرگردانی و پریشانی شد، این جوانایی که در پهلوهای شما نشسته یا در کلاس روم هست یا در خانه های شماست، آینده شما و چراغ آینده اسلام در این مملکت خواهد. از توجه شما تشکر. من اشخاصی که جات حالا من همچنان برای تشکر آقای پیمان از یادهایی، ما یک در اسلام دو چیز باید فراموش نکنیم، مخصوصا در قسمت حضرت خدیجه کبرا، اولین زنی که در اسلام
فداکاری کرد و اولین زنی که در اسلام اسلام آورد خدیجه کبرا بود و امشب شب وفاتش است. از شما خواهش میکنیم که صلوات قرآن برای روح آن مرحوم بفرستین و امیدوار هستیم که همیشه ای برای تمام خانم ها و به نام تمام آقایان این الگو باشه تا ما بتونیم در از پول، از نام، از شهرت، از انرژی خود در راه اسلام مثل خدیجه کبرا استفاده بکنیم. صلوات قبل از اینکه من جوایز مقام ها را بدم، بعضی از دوستایی که بعد از شاگردایی که تنها در امتحانات ما پارتیسیپیت کردن یا شامل شدن، البته برای همه از اینا مقام هست، همه اینا در راه قرآن کار میکنن، همه اینا علاقه دارن که یاد بگیرن، ولی آزا خورد و کوچک ندارن. از آقا سمیر خواهش میکنم که تشریف بیاره و جایزش برای سرتیفیکیت اپریشیشنش برش تقدیم میکنم. سمیر آقا تشریف بیاره. سمیر آقا از بچه های بسیار کوششی و زحمتکش مسجد ما. همچنان آرشیا حسینی آمدن؟ نیست آرشیا. آرشیا هم پسر بسیار خوب و با استعدادی هست انشاءالله در آینده. از جمله اشخاصی که به مقام اول رسیدم و بسیار من بسیار اکسایتد هستم به خاطر اینکه شما که نفرها رو ببینید میفهمید که من چرا احساس خوبی میکنم. از مقام اول در 10 سوره قرآن با ترجمه و با خواندن تجوید آقا یوسف احد سلامت بفرسته. آقای یوسف مرا اینه، شما فکر کنین که آقای یوسف ما چند سال داره و استعدادش رو ببینین. نام خدا بسیار کوشش میکنه که یاد بگیره. تبریک به درد میکنم. یوسف بلند صلوات ببینیم. ماشاءالله. در جمله اشخاصی که 15 سوره قرآن با حافظه سپرده و با معنا و ترجمه، از مقام دوم آقا سیام قادری تشریف کرد. از جمله اشخاصی که به مقام دوم موفق شدن آقا علی الیاس زهیر، پسر آقا قاریم و حشمت، در 10 سوره از قرآن حافظه با حافظه سپردن. At the third place, the winner of the third place of remember of 10th surah of the Quran is Nero Hamidi. MashaAllah, Nero. آقا نیرو درباره یک چیز برای نیرو برادر میگم، روز اولی که اینجا می آمد ما با مشکلات حفظش میکردیم. میگامی بعد از 2 هفته یا 3 هفته پدرش نمیتونست از خانه نگاهش کنه. وقتی مسجد میشد آقا اولین کسی که در مسجد می آمد آقا نیرو بود. یکی از خوبی های دیگه که مکتب اسلامی با آقا نیرو داد، شما ایره من ایره نمیگم که آقا نیرو رو بر شما جلوه بدم، ایره من هنر اسلام میگم. آقا نیرو هیچ وقت بدون عضو نمیخوابه. این خبر دارین؟ هیچ وقت شب بدون عضو نمیخوابه. بفرمه خدا ماشاءالله. آفرین عکس تبیلی نام خدا ماشاءالله.
ماشاءالله صلوات بر محمد و آل محمد. همچنان باید عرض کنم متاسفانه ما دو نفر دیگه که به مقام اول داشتیم و جالب بود باید میدیدیم چون حادثه توفانشون الان افتاد، الان اینجا بودن، در افطاری هم بودن، در نماز هم بودن، ولی این چیزی را یک ظرف را در بالای استوف گذاشته بودن در خانه، یادشان رفته بود و باید میرفتن. حالا من نفهم خانهشان سالم هست نیست، انشالله که دعا کنیم بهشان. اسمشان مقام اول و دوم آقا آدم الحاج، لست نمیشون الحاج است، 15 سوره قرآن، پسر خیلی کوچک است، همه میشناسه خیلی کوچک پسره، و خواهرش مریم خانم هم مثلش کوچک است. 15 سوره از قرآن با تلاوت، با تجوید و با مینینگ، با معنا. ما برایشان تبریک میگیم، صلوات برای هر دوشان و برای سیفتی محافظت خانواده. ببخشید آشیا نیست، آشیا برای اینکه بدم.